سه تا بازی بریم کویت و قطر بکنیم. یقین بدونی شما همراه ما خواهی بود. من به عنوان مهاجم اول می شما فکر میکنم، در صورتی که متأسفانه تو هم مقطع یکی از روزنامه‌هایی که در واقع هر روز منتشر میشد یه صفحه ورزش کامل داشت، هی معتقد بود که شما در واقع این توانایی لازم رو نداری و یکی از بازیکنان مورد علاقه باشگاهی خودش رو در واقع میخواست تو تیم ملی جا بده. اما من به شما اینو گفتم و بعدش هم که اومدیم شما رو به همراه خودمون بردیم به اون سفر و شما تو بازی دوم اول 20 دقیقه بازی کردی، بازی دوم بازی کردی، فکر کنم دو تا هم گل زدی. پس آقای دایی جان ما شما رو دوست داریم. البته یه جایی من اشتباه کردم، یه جایی شما اشتباه کردی. دیروز هم برادر گرامی تو که خیلی مهربون و محترمم بود به من برگشت گفتش که آقای مالکان دیر اومدی. البته ما همیشه به قول میگن خیلی زود دیر میشه. خدا بیامرزه اون شاعر قیصر امینپورمون، خیلی نکته زیبایی گفتم. اما من فکر می‌کنم درسته خیلی به نظر اخوی گرام شما من دیر اومدم، اما ای کاش یه دونه از این مواردم متقابلا انجام میشد. بازم عرض میکنم که اگر دست من نارتی من ازت عذر میخوام و یادت باشه که هیچی از ارزش های شما کم نخواهد شد. شما خیلی سریعتر از خیلی کسای دیگه به صحنه باید برگردی. شما مال خودت نیستی، مالی مملکت و یک کشوری و همه به وجود شما افتخار میکنن. منتها به عنوان یه برادر بزرگتر هیچ موقع من نگفتم آقا شاگرد دارم. من محال جناب شفیع به کسی بگم شاگرد از این لفظ استفاده کنم. به عنوان یک برادر بزرگتر بهش میگم که الان موقعی که آدم بشینه خودش دو تا چهارتا کنه کجا اشتباه کرده اونها رو نکنه. آقای شفیع ما خود شما هم همینجوری، ما همیشه مگسان گرد شیرینی دورمون زیاده. یعنی وقتی پول داری شهرت داری یه سری افراد دوربر شما و بی جهت بعضا کارهای شما اشتباه شما را هم مثبت جلوه میدن. دستوی که اینجوری نیست. من به عنوان یک کسی که دوست داره ازت خواهش میکنم یه خورده دقیق‌تر به اطرافت نگاه کن. بسیار ممنون، صحبت‌هایی که از ته دل برآمد و مطمئنم که بر دل خواهد نشست.